بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، برنامه امروز رو شروع میکنیم. چهارشنبه سوم ماه آگست سال 2016 میلادی و برابر با 13 مرداد ماه 1395. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خداوندلو خواهیم بود. ایشون ادامه بحث آسیب شناسی فرهنگی رو با شما خواهند بود و اگر شما سوالی پرسشی دارید با فیسبوک ایشون مستقیما میتونید تماس بگیرید و با هم گفت و شنودی داشته باشید. 4 مطلب رو میخوان عنوان کنن: فر ایزدی، خدمت نهاد سیاست در ایران بیشتر است یا نهاد دیانت، بحثی در باب اسطوره، و چهارمیش شاهنشاه و رسول الله خادمان ملت یا حاکمان. و اما ساعت 5 بعد از ظهر وقت نیویورک با آقای پرویز مینویی خواهیم بود از تگزاس. ایشون در تلویزیون‌ها و رادیوهای مختلف برنامه دارن، خیلی آدم فعالی هستن و مقاله می‌نویسن. همین دیروز یه مقاله ای رو فرستادن برای من، روی فیسبوک گذاشتم، میتونید اونجا برید و نگاه کنید. ممنونم، متشکرم. اینجا هم دوستان، بله، خیلی هم خوب. We are still greeting the world. Okay. خیلی هم خوب، ممنون. دوستان عزیزی که روی فیسبوک ما رو میبینید، اجازه بدین من روی فیسبوک خودم هم به اصطلاح این رو شروع کنم، چون برای دوستان نوشتیم که هم روی فیسبوک هستیم و هم روی فیسبوک مردم تیوی و هم روی فیسبوک پارسا سوربی. و حالا یادم اومد که اون قسمت شخصیش رو روشن نکردم و ببینیم که چی میگه. share your manager friend share your own timeline. بله، اونجا هم گذاشتیم، اینجا هم می‌نویسیم که سوربی با مردم و داریم کم کم یاد میگیریم. اتفاقا امروز دیدم آقای سبا تبار برنامه زندهی گذاشته بودن. آدم هم خوشحال میشه هم افسوس میخوره، چون سبا تبار رو من سالهاست میشناسم، 15 سال حداقل، اگر بیشتر نباشه 16-17 سال. شاعر خیلی با احساس و اینها و بارها هم تو تلویزیون مردم برنامه داشته. خانمش ناهید سبا بنده خدا فوت شد و خیلی میره توی بیمارستان ها کمک میکنه، میره توی خانه سالمندان و اینها، ولی اشکال ما اینه که با هم کار نمیکنیم. یه جایی که یه نفر آمده یه چلو کبابی درست کرده، همه چیز تمیز خوب ردیف، اونجا نمیریم نهار بخوریم که هم بیزینس اون را بیفته هم خودمون راحت. میریم قصابی و خرید میکنیم و میایم تو خونه گوشت و چرخ میکنیم و پیاز و فلان و بیسار و دود و فوت و اینها، بعد یه کبابی یه طرفش سوخته یه طرفش نسوخته درست میکنیم و دوستانم مجبورن دیگه بگن آقا عجب کبابی شده، بیا برو یه رستوران باز کن. گاهی وقتا به حرف اونا میریم یه رستوران هم باز کنیم، پدر خودمون رو در میاریم. بعد میگن کجا باز کنیم؟ میگه آقا این همین رستوران هست جلو شما، بزن که مشتری ها بیان ببینن. خلاصه چه گویم که ناگفتنم بهتر است. امیدوارم روزی برسه که هر ایرانی یه تلویزیون داشته باشه، خودش برنامه بذاره، بعد از یه ساعت خودش هم بره تماشا کنه، کیف کنه دیگه. اینجوری هیچ کس از هیچ کس ایراد نمیگیره. اگه کسی برخلاف نظر ما بود، بهش تهمت مزدور بودن، جاسوس بودن، مأمور بودن نمیزنیم. این بنده خدا آقای هویدا آرزوی این رو به گور برد، به امید روزی که هر ایرانی یه پیکان داشته باشه. البته اونم فکر نکرده بود که حالا همه ایرانی ها پیکان ندارن، ترافیک این وضع، رانندگی اینجوریه، بوق زدن اونجوریه. وای به روزی که همه ایرانی ها یکی یه پیکان داشته باشه. اگر اون هم یه مقداری عقل و شعورش به مال قرن بیستم بود، میگو به امید روزی که ما سرویس های رفت آمد
مرتب و منظمی داشته باشیم که هیچ کس احتیاج نداشته باشه حتی اگر ماشین داره ماشین خودش رو بیرون بیاره. سلام میکنم به آقای فرد عزیز و مهدی جلالی. این مهدی جلالی هم مهدی خودمونه از نیویورک که اینجا بود یا چشمام نمیبینه از دور، خیلی ریز هست. در صورت مهدی جلالی هم یک آقایی بود که پدرش هم آخوند بود و آمد اینجا و بعدم رفت کالیفرنیا و دیگه ازش خبری ندارم. در هر صورت ماجرای آقای سباتبار به نظر من اشکالی که در کارش من میبینم به عنوان دوست اینه که ایشون تصمیم نگرفته میخواد چه کار کنه، میخواد به سالمندان کمک کنه یا میخواد بره به اصطلاح دست بیمارستانا رو رو کنه یا میخواد بره یه شرکتی باز کنه نیازمندی های مردم ایرانی رو در کانادا. میدونید وقتی خیلی پراکنده میشیم یعنی نشون میده که دلمون میخواد همه این کارا رو انجام بدیم ولی همش رو هم نیمه تمام ول میکنیم میریم و خسته هم میشیم. ما از روز اولی که آمدیم تصمیم گرفتیم این کار رو انجام بدیم، دیدیم بابا ما سیاست نخوندیم، بلد نیستیم، فعال نبودیم، آمدیم گفتیم آقا کاری که میکنیم سربی با مردم، مثل برنامه های مهمونی هست یکی یه حرفی میزنه میگه آقا پدر سوخته دیدی ترامپ چی گفت، بعد اون میاد میگه بابا جون درسته این ترامپ آدم دیوانه عوضی هست، درسته که الان سیاست آمریکا به حد چی میگن دیگه سفلا میگفتن چی میگن دیگه پایین ترین خودش سقوط کرده، ولی یه چیزایی رو درست میگه. ترامپ میگه من با روسیه دعوا ندارم، ما جنگی نداریم، حتی تازه رفیق پوتین هم هست مثل که پولم قرض گرفته از شرکت های روسی. بعد میگه این ناتو که قرار بوده نورتن نمیدونم فلان حافظ صلح و اینا باشه، این خودش جنگ درست میکنه، خودش چیز میکنه. الان یه توی سوریه یه ویدیوی گذاشته بودن که سازمان ملل به جایی که بره مردم رو سرپناهی درست کنه، مدرسه بیمارستانی براشون درست کنه، رفته اینایی رو که بر علیه دولت اسد به اصطلاح داشتن آدم کشی میکردن شهرها رو گرفته بودن، اینا حالا چیز شدن، محاصره شدن، حالا سازمان ملل رفته اینا رو نجات بده. آخه وظیفه سازمان ملل اینه وقتی که میلیون ها نفر آواره شدن کشته شدن که خودشون رو برسونن به یک ساحل امنی، آقای سازمان ملل این همه ماشین ورچلی بری این آدم کشا رو از اونجا نجات بدی، ببریشون کجا؟ ببریشون ترکیه؟ اوضاع خیلی خرابه. خانم شایسته الهامی یه مقاله نوشتن، من دیشب گذاشتم روی فیسبوک مردم تیوی. فیسبوک مردم تیوی من بهتون گفتم سعی میکنم خیلی شلوغش نکنم، به قول دوستان بمبارمانتون نکنم، یکی دو تا خبری که به نظرم جالب میاد براتون میذارم، شما هم اونجا در موردش اگه خواستید نظر بدید و بگید که نظر شما چیه. بذارید من این مقاله رو از روی همین فیسبوک برای شما بخونم. اینایی که روی فیسبوک دارن ما رو میبینن که یکم هم تصویرمون کجه به خاطر اینکه مال کرجه نداره، بذارید ببینم این اینا باید اینجوریش کنم. اینجا یه روز که نیستیم برنامه نداریم این چیزها رو دست میزنیم، فردا که میان باید همه چی رو تنظیم کنیم. خب بیایم اینجا این مقاله رو برای شما یعنی با شما بخونیم. چرا میگم با شما بخونیم؟ برای که همزمان بهتون نشون میدم که اگر یه وقت من به دلیل اینکه درست نمیبینم، به دلیل اینکه من که همه چیز رو نمیدونم یه جای اشتباه کردم، اشتباه من شما رو به اشتباه نبره و خودتون دیده باشید با چشم خودتون. حالا اگر اون چیزی رو که من میگم و با گوشتون میشنوید غلط هست، اقلا صحیحش رو ببینید. خانم شایسته الهامی 27 ماه جولای مینویسه آخرین شو مجمع حزب جمهوری خواهان و دموکرات ها به ترتیب در روزهای 18 تا 21 و 25 تا 28 ماه ژوئیه در شهرهای کلیولند و فیلادلفیا به اجرا درآمد. مطالبی که در کنوانسیون جمهوری خواهان از طرف ارتباطات جمعی مطرح شد بیشتر جنبه تفریحی و سرگرم کننده داشت.
خانم جودیت لوسی روزنامه نگار مستقل یا لوسیه روزنامه نگار مستقل در روزنامه مترو مونتریال در تاریخ 21 ژوئیه می نویسد کش رفتن مطالب میشل اوباما توسط ملانیا ترامپ در فیسبوک 52 میلیون بار لایک میخورد، در حالی که این سخنرانی در سیاست داخلی یا خارجی ترامپ مؤثر نیست. این به مثابه نزاع کیم کارداشیان با تیلر سویفت است که میلیون ها نفر از مردم آن را دنبال میکنند. در حالی که اهمیت کشته شدن بیشتر از 60 انسان غیر نظامی توسط سلاح‌های آمریکایی در سوریه آنچنان به نظر نمی‌آید. هیچ کدام از این دو حزب برای ایجاد صلح و آسایش مردم آمریکا و دنیا قدمی بر نمی‌دارند. از سال گذشته تا به حال کار 17 کاندیدای جمهوری‌خواهان و هیلری ترساندن مردم از موضوعات مختلف بود تا بتوانند آراء مردم را به طرف خود جلب کنند. در سال 380 سال قبل از میلاد در پلاتو ریپابلیک یونان آمده است که استفاده از ترس باعث از بین رفتن دموکراسی می شود. در این میان این برنی سندرز بود که از عامل ترس برای جلب، اجازه بدید من این رو بیارم بالاتر ببینم میشه اینجوری یا رفت، بله همین کاری که نمیخواستیم انجام بشه شد. کامرای دو، بله بله. در این میان اینجا درسته، در این میان برنی سندرز بود که از عامل ترس برای جلب آراء مردم استفاده نکرده بود، گویا به فکر افتاد حالا که 13 میلیون نفر را با خود همراه کرده است که توانستند هزینه های انتخاباتیش را متقبل شوند، چه بهتر است همه آنها را با استفاده از ترس از انتخاب شدن ترامپ خرج هیلری کلینتون بکند. اتفاقا چون مردم از سال گذشته او را به این پایه رساندند، حالا با دیدن چرخش ناگهانی سندرز در سخنرانی ها او را هو می کنند. مردم این پولها را بی خود به کمپین او نداده بودند. سندرز با این کار به چند دهه مبارزه سیاسیش خط بطلان کشید و از کسی دفاع کرد که از نظر 68% مردم صداقت ندارد. با رو شدن ایمیل های داخلی کمیته ملی دموکرات ها توسط ویکی‌لیک، خانم دبورا واسرمن شورتز رئیس کمیته استعفا کرد. این خانم مصر بود که هیلری از طرف سوپر دلیگیت ها انتخاب بشود و برای این کار کلیمی بودن سندرز را بهانه قرار داده بود. بلافاصله هیلری خانم واسرمن را استخدام کرد. این نوعی دهنکجی به مردم بود. اگر با تمام تظاهراتی که در این چند روز از طرف طرفداران سندرز می شود تغییری در سیاست دموکرات ها پیش نیاید، چند مطلب قابل نتیجه گیری است. 1. دموکراسی در غرب فقط در حرف است. 2. از این به بعد دیکتاتورها هم برای توجیه کار خود هیلری را مثال خواهند زد. 3. در آخر این که چون سندرز مثل هیلری جنگ طلب نبود، نتوانست نظر دموکرات ها را تامین کند. حتی خیلی از جمهوری‌خواهان ترامپ را تایید نکردند و قصد دارند به هیلری رأی بدهند. روز 29 ژوئیه در سایت اینفورمیشن کلیرینگ هاوس اینفورمیشن کلیرینگ هاوس مطلبی از پال گریگ رابرت گریگ رابرت چاپ شده بود که میتواند با وضعیت فعلی مطابقت داشته باشد. سایت ذکر شده مجموعه ای از مقالات سایت های روشنگرانه است و آقای رابرتس و دیگران مطالب خود را علاوه بر سایت خود در این سایت هم قرار میدهند. رابرت معاون وزیر خزانه داری ریگان بود. در نتیجه به خاطر داشتن آگاهی خود یکی از منتقدین سیاست های آمریکاست. عنوان مطلب او این است: جان اف کندی به طرف صلح رفت و کشته شد.
رابرت می نویسد تحقیقاتی که در بیشتر از 30 سال گذشته در مورد قتل کندی صورت گرفته نشان می دهد که نوعی توطئه بین رئیس کارکنان کاخ سفید و سیا و سرویس سری در جریان بوده. کندی قبل از کشته شدن در یک دانشگاه آمریکایی سخنرانی می کند و در آنجا از این موضوع بحث می کند که ادامه جنگ سرد برای تمام بشریت در دنیا خطرناک است. فکر کنم همونی که میگه یا ما باید جنگ رو تمام کنیم یا جنگ همه دنیا رو تمام میکنه و این فقط منافع مجتمع نظامی امنیتی و بودجه و قدرت و پنتاگون و CIA را بالا میبرد. قبل از آن با برنامه تخاصمی بر علیه اتحاد جماهیر شوروی مخالفت کرده بود، باور داشت که جنگ هسته‌ای برنده ندارد. با عملیات حمله تروریستی تقلبی به آمریکا و مقصر جلوی دادن کاسترو برای ایجاد حمایت مردم برای حمله به کوبا مخالفت کرده بود. با حمایت نیروی هوایی برای تجاوز به خلیج خوک‌های کوبا مخالفت کرده بود. خارج از کانال‌های ارتباطی با خروشچف ارتباط برقرار کرده بود تا بحران موشکی کوبا را آرام کند. ترس ضد کمونیستی که نیروی نظامی امنیتی را کنترل می‌کرد نتیجه گرفت که کندی نمی‌تواند منافع آنها را تأمین کند. کندی در مورد کمونیسم شدن شدت نشان نمیداد و روی این اصل در مقابل شوروی نمیتوانست بایستد. نتیجاً تصویری از کندی نشان دادند که وجود او تهدیدی است برای تأمین امنیت ملی مورد نیاز آمریکا. در نتیجه او باید حذف میشد که شد. جنبش جدید صلح با نام نه به جنگ در 23 تا 25 سپتامبر در کنفرانس دانشگاه آمریکایی برنامه خود را با قسمتی از سخنرانی کندی برای جلب توجه شرکت کننده ها شروع کرد. دیوید سوانسن نکات و اختلاف بین نزدیکی کندی با شوروی واشنگتن را با روسیه در این روزها بررسی می کند و می گوید در نزدیک شدن کندی امید بود ولی این روزها امیدی نیست. شنیدن سخنرانی کندی باعث ناامیدی است ولی یک رهبر برجسته و بدون ترس به وسیله مجتمع نظامی امنیتی خاموش می شود. سناتور کندی مثل بیشتر مردم آمریکا جماهیر شوروی را یک دشمن و مخالف می دید. مبارزات انتخاباتی او بر پایه این بود که شوروی دارد از نظر اصطلاح از آمریکا پیشی می گیرد، ولی وقتی انتخاب شد شاهد خطر عظیمی می شود که رهبران نظامی آمریکا می خواهند به جنگی مبادرت کنند که کسی احتیاج ندارد و متوجه می شود که مجتمع نظامی امنیتی می تواند به همان میزان شوروی تهدید بزرگی برای زندگی مردم باشد. او متوجه شد که تنش بین این دو قدرت هسته‌ای علاوه بر این که نباید زیاد بشود حتی کمتر هم بشود. بعد از انتخاب دوباره در نظر داشت که جنگ ویتنام را متوقف کرده و سازمان CIA را تنبیه کند. نظر کندی برای مجتمع نظامی امنیتی قابل قبول نبود و او از سر راه برداشته شد. یه ویدیو هم براتون گذاشتم اینجا که اگه وقت کردید این رو ببینید. یه خانمی رو نشون میده که صحبت میکنه و این خانمه برای من و شما ثابت میکنه که این بیچاره سربازایی که کشته میشن مدال به بابا و ننشون میدن و فلان و بیستار، اگه خود سرباز زنده بمونه وقتی برمیگرده اینجا جزو یکی از اونهایی هست که روزانه 22 تاشون خودکشی میکنن از خجالت، از شرم، از احساس گناه که چه کاری کردن. الان یکی از چیزایی که این دونالد ترامپ زبونش دراز هست میگه من که سناتور نبودم، من که رئیس جمهور نبودم رأی بدم اینا برن جنگ کنن با عراق و اینقدر خرابی در دنیا ایجاد کنن، و میگه که به اصطلاح این طرفدار این جنگ‌های اینجوری نیست. این ویدیو رو اگه برید ببینید یه خانمی صحبت میکنه خیلی قشنگ. ای کاش که من اسم این خانم رو بتونم پیدا کنم، شاید باهاش گفت و شنودی داشته باشیم اگر تا حالا سرش رو زیر آب نکرده باشم. در رابطه با کندی که گفتم این فکر کنم همون گفته باشه، این هست، میگه که mankind must put
an end to war، میگه که انسان باید این جنگ رو متوقف کنه، یا اینکه جنگ ما رو یا جنگ انسانیت و بشریت رو متوقف میکند. این از این نظر شما چی هست دوستان؟ و الانی که این دوتا حزب بزرگ آمریکا، یکیش آمده هیلری کلینتون رو به اصطلاح نامزد حزب خودشون معرفی کرده و یکی دیگه آقای دونالد ترامپ رو، و دوتای دیگه هم داریم، یک آقای هست که فکر کنم امشب هم توی سی این این برنامه داره، از این برنامه های تنهال هاست که میان به اصطلاح مردم صحبت میکنن، اینها آدم کولیه. یه خانمی هم هست که از حزب گرین، اونم هست، ولی اینا شانسی ندارن و نمیدونم. خیلی ها میگن اتفاقا باید به اینا رأی بدیم که نشون بدی که اینقدر مخالفن، ولی این مخالفین حرفشون جایی زده نمیشه و کسی به حرفاشون گوش نمیده. شاید یه زمانی اینجا هم مثل اروپا انتخاباتش اینجوری شد که مثلا اگر 13 میلیون به آقای سندرز رأی دادن، خب اینقدر به اصطلاح مجلس های ائتلافی درست بشه، این نشه که یکیشون برنده بشه یکیشون بازنده بشه و شما هیچ انتخابی نداشته باشید بین بد و بدتر. این روزا که دیگه میگن از بد و بدتر هم گذشته، بین بدتر و بدترینه. این هم از این ماجرا. و اما بله، من امروز به یکی از دوستان گفتم که آها، براش ایمیلی فرستاده بودم، این دوستمون گفته بود عکسایی که فرستادی سر و ته شده و بعضی هاش حتی یه نصف مثلا 90 درجه چرخیده، و خندم گره، گفتم لابد این بنده خدا مجبور شده سرش رو اینجوری بذاره روی میزش تا اینو بخونه، یا اون یکی که برعکسه مجبور شده شم بشه روی دستش وایسه. نه دوستان، من حالا بهتون نشون میدم، ما اشکالمون اینه که 37 ساله فقط به هم تهمت زدیم، فقط فکر کردیم حق با ماست، دیگران مامورن، مزدورن، جاسوسن، و از خودمون نپرسیدیم آقا این جاسوسی چی رو انجام بده، ما چه کار میکنیم که احتیاج به جاسوس داشته باشیم. مثلا سازمان مجاهدین که اینقدر پول خرج میکنه، این بیچارهایی که 30 سال تو گرما برای خودش زحمت کشیدن، حالا آمدن میبینن بابا اصلا زندگی اون چیزی که اونا میگن نیست، میره خرج میکنه وکیل و دادگاه و فلان، اینها میگه اینها جاسوس. یکی از این مجاهدین نمیپرسه مگه شما چه کار دارین میکنین که میترسین اینها جاسوس باشن. اینم ماجرای اینه. برای این دوستمون نوشتم اگه 37 سال، 365 روز بزنید چقدر میشه؟ 13000 خورده میشه، فکر کنم همینجوری هر روز یه چیز کوچولو یاد گرفته بودیم، یه کلمه یاد گرفته بودیم. میدونی انگلیسیمون چقدر خوب میشد؟ میدونی تکنیکمون چقدر خوب میشد؟ حالا من یه چیزی رو نشون میدم، شاید این کمک کنه. و من بارها گفتم شاید این ذات منه، چون معلم بودن رو دوست داشتم و از کلاس دهم به گواهی این آقای افراسیابی، به گواهی آقای معلم، به گواهی دیگران که بودن، بنده از کلاس دهم معلم دیگران بودم تا بعدم دیگه دبیر شدم و کار کردم و بعدم در رفتم. شاید به خاطر این برای من مهم نیست که یه چیزی رو یاد شماها بدم یا یاد دیگران، من از یاد دادن خوشحال میشم، بعضیا از اینکه خودشون یاد ندن و فکر کنن همه چیز بلدن خوشحالن. کدوممون درستیم من نمیدونم. من فکر میکنم که اگر یاد بگیریم به هم دیگه یاد بدیم، وضعمون بهتر میشه، زندگیمون بهتر میشه. بذارید من براتون این قاب عکس رو نشون بدم. آها، مثلا این عکس رو ببینید، نوشته از امیر کبیر. من ببینید وقتی باز میکنید اینا رو، یک کمی نترسید این ور اون ور جستجو کنید، چیزها رو یاد بگیرید. ببینید مثلا این عکس رو من الان بهتون نشون میدم، این توی من با پی سی کار میکنم، چون به پی سی افتادیم. خیلی ممنون داریوش عزیز، ممنون کامران گرامی. بله،
خب این که خیلی جالبه و همه چیزها طبق معمول شعاره. از امریکایی پرسیدن در مدت زمان محدودی که داشتی چطور این مملکت را از هر چی دزده پاک کردی؟ گفت من خودم دزدی نمی کردم، نمی زاشتم معاونم هم دزدی کنه، اونم از این که من نمی زاشتم اون دزدی کنه ناراحت بود، نمی زاشت دیگران دزدی کنن، تا آخر همینطور اگه من دزدی می کردم اون دزدی می کرد، کشور می شد دزدخونه، همه هم دنبال دزد میگشتیم و چون هممون دزد بودیم هیچ دزدی رو هم محکوم نمیکردیم. ببینید دوستان، در کامپیوترهایی که اون به اصطلاح ISO شونا درست میگم ویندوز هست، البته لینکسس اینا هم هست ولی من اونا رو بلد نیستم، این عکس ها رو توی ویندوز فوتو ویور باز میکنه. این بالا اگه نگاه کنید توی وقتی شما یه عکسی رو باز میکنید، ببینید من اینو که میبینم، این پایین، این پایین ببینید اینجا دو تا عقربه گذاشته، یکی یا فلش میگیم به طرف راست میچرخه مثل عقربه ساعت، در جهت عقربه ساعت، یکیش برخلاف عقربه ساعت. این یکی مال ما ایرانی هاست که داریم به عقب میریم. خب اینی که در خلاف در جهت عقربه ساعت بهش میگن کانترایز هم چیزی، بله، اینو که شما بزنی 90 درجه این عکس میچرخه، دوباره اگر نخواستی اینوری رو میزنی برمیگردی، اگه نخواستی امیرکبیر رو بچرخون اونم مثل ما سرگیچه بگیره، بفرما هی میزنی 90 درجه 90 درجه. بعد این زیر یه ذره بینه، شما میتونی این عکس رو بزرگ کنی، کوچیک کنی. خب یه چیزی یاد بگیر آقا، شما که فکر میکنی دنیا دیده هستی، شما که فکر میکنی همه چی بلدی، شما که میخوای تو خونه بشینی به تلویزیون آریایی بگی چجوری برنامه داشته باش، به سوربی بگی چجوری برنامه داشته باش، هنوز یه عکسی رو که توی ایمیل برات آمده سر و ته بوده بلد نیستی درست کنی. یه جوک براتون بگم، این اوایلی که اینجا ماجرای تروریست و اینا خیلی داغ شده بود و اینها، خب هر کسی ایرانی یه سیویلی داشت، ابروی داشت، مشکی بود، موها جوانتر بود، این مشکی بود، اینها سوار هواپیما میشد، اولا بغل دستیش از ترس به اصطلاح قالب تهی میکرد. بعد بعضی هم حالا میخواستن مثلا سر صحبت باز کنن، اینها گویا در یک پروازی که از همین دالاس ایرپورت هم بوده، دوستانی که اینجا دالاس ایرپورت برید ببینید برادران دالاس چه ظلمی در حق ایران و ایرانی کرده، حالا اینجا چیز به نامشونه، ریگان برید ببینید چجوری با آخوندا معامله کرد. دو تا فرودگاه ما داریم توی واشنگتن، توی ویرجینیا که این مال واشنگتنه، از بس واشنگتن کوچیکه فرودگاهشو کرده توی ویرجینیا، یکیش به اسم ریگانه که ایران رو با اون معامله که با آخوندا کرد و ماجرای اسلحه دادن و گروگانا رو بیشتر نگه دارید کارتر انتخاب نشه و اینها به این روز انداخت. یکی دیگرش هم برادران دالاس با اون دالاس تگزاس فرق میکنه، اسپلش هم فرق میکنه، که ایران رو در زمان مصدق بدبخت کردن. ما رو بگو اومده نشستیم ویرجینیا، این داریوش میگو بلند شو بیا تگزاس، آقا بلند میشه میاد اونجا. خب حالا میام سراغ داریوش، از اینجا دور چشمام نمیبینه چی نوشته. خلاص چی داشتیم میگفتیم، آها سوار هواپیما میشه و میره و اینها، این آقا هم که همیشه مسافرت میکرده، هر روز مسافرت میکرده و دیگه خسته شده بوده از دست این آمریکاییایی که حالا میخوان سر بحث رو باز کنن، آمریکایی بهش میگه شما کجایی هستید؟ میگه من مثلا ایرانی ام. میگه شما بمب اتم دارید؟ میگه والا من که ندارم، دولتمونم اگه داره ما که بلد نبودیم، شماها دادید، تازه بمب اتم نیست، نیروگاه اتمیه. بعد میگه که خب حالا چطور میشه و اینها، میگه بذار من یه سوالی از شما بکنم، بعد شما اگر جواب دادید من اون وقت به شما جواب میدم. میگه بفرما، هنوز هواپیما رو زمین بوده، میگه این بیرون میبینی اون مزرعه، یه مزرعه هست گاو و گوسفند و نمیدونم شیر و از این چیزا، شیر نه شیر حیوان، شیر مایه برای خوردن اینا هست خلاص. میگه که اون بره رو نگاه کن، میگه آره. میگه اون گاور هم نگاه کن، میگه آره. میگه که دوتاشون دارن چی میخورن؟ میگه گراس، چمن. میگه چمنه هم یه جا هست، درسته؟ میگه میگه این دوتا هم پستاندارن و نوع حیوان و چیزشون به اصطلاح گیاهخواره، درسته؟ میگه میگه این سبزی که از اینجا میخوره، این چرا اون یکی از پشتش دونه دونه مثل دونه تسبیح مدفوع میریزه، این یکی مثل تپاله؟
مرده یه مقداری فکر میکنه میگه آقا من چه میدونم، ایرانیه که یکمی مثل من بوده، شیرازی بوده و خل بوده و مشنگ بوده و هرچی تو زبونش و مغزش بوده بهش میگه، میگه آخه مردک تو که تفاوت پشکل با تپوله رو نمیدونی، من بشینم برات از سوخت اتمی و نیروگاه اتمی تعریف کنم؟ حالا اینم ماجرای اینه، این دوست ما به همه تلویزیون‌ها تماس میگیره و همه میگه چه کار کنید چه کار نکنید، تا یه مدتی که مخفی بود، تا یه مدتی که میترسید، بعدن حالا اسمش گفت، بعدن فامیلش گفت، بعدن ایمیلش گفت، حالا یه کارایی میکنه که اصلا به اصطلاح کار غلط و انسان کار غلطی هست و انسانی نیست. ولی یه عکسی رو که ما یه نامه‌ای رو 4 تا عکس براش فرستادیم، بلد نیست به چرخونه، بلد نیست بره یاد بگیره، میگه کامپیوترم خراب شده رفتم کتابخونه. تو کتابخونه از یکی سوال کن آقا این عکسه چرا سرطه شده؟ شما حتی فکر کنم میتونی مانیتور رو بچرخونی. خب و اما حالا از شوخی بگذاریم، وقتی شما عکس با تلفن میگیرید دوستان، تلفن‌های آیفون یک سنسور، این اصلا کلمه سنس دیدید، ما مثلا میگیم ما 5 تا سنس مختلف داریم، حس نمیدونم لمسی، چشایی، نمیدونم دید، اینجوری شنوایی فلان نه. بعد بعضی ها که خیلی مثل این دوست ما فکر میکنن خیلی بلدن، میگن اینا حس شیشم هم دارن، حالا اسم اینا رو سنس میگن دیگه، سیکس سنس. اوکی، بعد یه چیزایی ساختن آمریکایی‌ها هم آلمانی‌ها اروپایی‌ها هرچی به نام سنسور، اینو توی این دوربینه گذاشتن، شما اگه دوربینه اینجوری میگیری عکس میگیره، اگه اینجوری میگیری دوباره میفهمه عکس میگیره، بعد برات صاف نشون میده. اینو وقتی از دوربین آیفون، از تلفن آیفون میاری تو کامپیوتر ویندوز، درست نشون میده، ولی برای یه کسی که میفرستی اون سنسوره دیگه توش نیست. چرا اینجا نشون میده؟ برای که ما اینجا یه اپلیکیشن اپل رو گذاشتیم، اون سنسوره با این با هم دیگه کامیونیکیت میکنن، مثل اون نادانی نیست که اگه مخالف منه بره از اسم خانم حاله استفاده کنه، تلویزیون ایران آریایی قایم بشه، میاد جلو میگه آقا اینجا که شما اینو میگید اشتباهه، ما میگیم خیلی ممنون. اون وقت اینا زمان شاه مسئول بودن، بعد دوستان میگن آقا چرا شاه رو ول نمی کنی؟ بابا ما شاه رو ول کردیم، بو گندش هم همه جا رو برداشت، اونا ما رو ول نمی کنن. چی بگم دیگه؟ خب، سخنان ناطق نوری، وضعیت کشور پس از 37 سال انقلاب چنین است. اینم یه ویدیوی هست باز روی تلویزیون مردم و روی صفحه فیسبوک، برید حتما ببینید. خیلی ها نظرهای مختلف دادن، بعضی ها میگن که این یک به اصطلاح بوی انقلاب به دماغش رسیده، میخواد اینجوری بگه که بین مردم محبوب باشه. یادم از همون قدیما مثلا ناطق نوری فکر کنم اولین آخوندی بود که برای انتخابش از تنبک و نمیدونم این چیزا استفاده میکردن. در اصل من الان 32 سال از ایران اومدم بیرون، خبر ندارم. اگر شماها خبر دارید مهمان ما باشید تا با بینندگان و شنوندگان صحبت کنید. اگرم همت و جرأت و شهامت ندارید، عذر میخوام این حرفو بزنم، یا میتونم بگم ساکت باشید و تماشا کنید و بشنوید، یا بگم خفه بشید و گوش کنید. چی بگم؟ هر کدوم شما دوست دارید. داریوش میسه آقای سوربید، من خودم 5 سال متاسفانه فریب سازمان رو خوردم، در اصل ربوده شدم. اگر هر وقت زمان بود میتونم توضیح بدم واسه شما و همه عزیزان که اینا چقدر ضد مردم هستن، تشکیلات ضد انسانی داشتن و دارن. با تشکر داریوش عزیز، شما با کانون آوا تماس بگیر، کانون آوا روزای جمعه 2 ساعت برنامه از تلویزیون مردم خریدن و الان سالهاست بارها هم تو برنامه ها گفتن که افرادی که بودن یا یه چیزایی رو میدونن تشریف بیارن، اونها به نوبت میارنشون اینجا. چون من اگه بخوام با شماها صحبت کنم، خب 50 نفر بیان 50 ساعت برنامه میخوان بگیرن، وقت کی پولشو میده؟ کی هزینهش رو میده؟ براتون گفتم ما یه مثالی زدیم برای یه نفر که خودش دستن در کار رادیو تلویزیون ها بوده، سالها تجربه داره،
حالا دیگه اون تلویزیون ها بسته شدن و این بنده خودم یک کمی رفته از تلویزیون کنار، آمده میگم آقا یا برنامه بذار یا تلویزیون خودت باز کن، تو هر دوش هم من بهت کمک میکنم، ولی این ماشین اسمش تلویزیون مردم، این سربی راننده این ماشینه، سوار میشی باید بنزین بزنی، پول بنزین بدی. حالا اگه شعور و فهم داشتی، قهوه خریدی در را، لانچ خریدی، ساندویچ خریدی، خب خوشحال میشیم. اگه وقتی هم پیاده شدی باز گفتی سربی این 50 دلار بگی سر را برگشتن هم بنزین رو پر کن، خب ما خوشحال میشیم. باورتون میشه این دوست من چی گفت؟ گفت آقا من میفهمم، من دستم تو کاره، اگه من آمدم و توی این ماشین مسافر سوار شد، اوکی پولشو میگیرم میدم به شما. دیگه آدم چی بگه؟ چه مثال؟ اصلا دهنم بسته شده بود، نمیدونستم دیگه به این چی بگم. خب آقای مینوی رو گفتم، 5 بعد از ظهر مقاله ایشون هم رو فیسبوک هست، مقالهشون رو بخونید دربارش بنویسید. و اما دوستانی که پرسیدید و درباره صحبت‌های آقای سعیدی نظر دادید و چند تاشو من برای ایشون فرستادم، متاسفانه ایشون سیستم همون تلویزیون بهکام، خانم نمیدونم شهین بیاد، خانم مهین بیاد، بشینن یه ساعتی حرف بزنن، بعد خانم‌ها برن دنبال کارشون و مهمونی و آشپزی و اینها، اینا هم برن توی مهمونی‌ها ادعا کنن خیلی چی می‌فهمن. اینجوری نیست که وقت بذارن، اهمیت بدن. اگه یه کسی براشون ایمیل فرستاد، ایمیل جواب بدن. اگه سرویس 3 هفته میگه آقا عکستو بفرست که من این عکسی که میذارم وقتی روش چی می‌نویسم عکس نیاد جلو دهنه، اینا چی نمی‌کنن. آخرین بارم ازش پرسیدم، من نمی‌دونستم این برنامه آوا هست. بله کانون آوا جمعه ها 2:12 تا 2 بعد از ظهر با آقای علی اکبر راستگو، با آقای محمد کرمی، با آقای محمد رزاقی، با آقای قربان علی حسین نژاد، با آقای عیسی آزاده، با اونا تماس بگیرید، بعد اونا بهتون میگن آقا بیا در این مورد صحبت کن و اتفاقا چقدر کامل میشه. چون اگه یه نفر ببینید الان ماجراهایی که مثلا یه نفر میاد میگه آقا این اینجوری کرده، ملت حرفشو باور نمیکنه، وقت 2 تا شد 3 تا شد 10 تا شد به طرف میگن آقا نمیشه که این 10 نفر دروغ بگن، لابد کار تو اشکالی داشته. در صورت من خوشحال میشم که اینجا به عنوان مجری برنامه در خدمتتون باشم، یا داریوش جان این که خودت اگر میخوای ویدیویی رو درست میکنی میفرسی، بعد هزینه پخشش رو میدی. هزینه پخش اینجا هم توی آمریکا وقتی یه چیزی خیلی گرونه میگن که مثلا they will ask for arm and leg، یعنی بابا اینا دست و پای آدم رو میخوان قطع کنن برای مثلا یه چیزی که میخوان با آدم بدن. من به شوخی میگم که I won't ask for arm and leg، من برای دست و پا از خواهش دست و پا نمی کنم، یا دستتون رو قطع می کنم یا یه پا کافیه. برنامه تلویزیونی که ساعت 20 دلاره، من به بعضیا میگم اگه شما بیای دائم برنامه بذاری باهات کار میکنم، اگه برنامه مورد نظر من باشه من تخفیف بهت میدم، دیگه من نمیدونم چه دلیلی هست که نیام. بایلا برید هر کدومتون یه تلفن بگیرید دستتون، مثل آقای سبا تبار بشینید دارید کافی میخورید، بعدم به دوستان بگید که اگه کسی کار میخواد با من تماس بگیره، اگه کسی دنبال کارگر میگرده با من تماس بگیره، اگه کسی ناراحتی داره با من تماس بگیره. آقا تو چند تا کار میتونی انجام بدی سبای تبای عزیز؟ شما این شعرهای قشنگی که میگفتی با اون دیکلمهی که میکردی چون از دل برمیامد بر لاجرم بر دل می نشست، ولی الان خودت ویدیوهاتو نگاه کن، از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه می پری. فردا یکی برات فرستاد گفتی فلان، میگی نه آقا دیگه من تو اون کار نیستم، اون مال هفته قبل بود عوض شد. خب سفر بازیگر پرن به ایران، من نوشتم که به نظر میرسه ما ملت کرم داریم. یه خانمی من بالاخره نفهمیدم این ایرانی اصل یا ایرانی بوده، بلند شده از انگلستان رفته ایران، اونجا هم توی برای پاسپورت گرفتن یا ویزا گرفتن به اونا گفته که من آرایشگرم، رفته ایران. حالا چقدر دیگه آدم بدبخت باشه برای که 3,000 دلار 5,000 دلار ارزون تر بشه بلند شه بره توی ایرانی که مردم میگن آقا از لحاظ بهداشت و بیمارستانا اینقدر افتضاح هست، بلند شه بره. ولی خب پول دیگه، میگه جانم فدای ایران.
بهش میگه $10 بده میخوام یه جنبش راه بندازم. میگی نه من که نگفتم پول میدم، من گفتم جونمو میدم. خلاصه این خانمی اولا کسی که باز پرن دوستان، پرن با عکس مدل و اینا فرق میکنه. پرن یعنی برای پول میخوابه با این و اون، تازه ازش هم فیلم بگیرن به دیگران هم نشون بدن و چه کارایی میکنن و نمیدونم اینا، دیگه خودتون نگاه کنید. دروغ هم به خودتون نگید، بگید اوه نه 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 من پسر نوح هستم تا حالا پرن ندیدم. تازه پسر نوح از همه بدتر. بمانه این خانم بلند میشه میره ایران، حالا از بس هی مردم انگولک کردن، ایرانی گفته آقا ما متوجه نبودیم که این بازیگر پرنه، این به ما گفته که آرایشگر بوده. یعنی چی؟ یعنی ما مردم مرض داریم، اگه یه نفرم رفت و آمد خودمون انقدر عکسشو میندازیم این ور و خودمون انقدر گزارش میدیم که آخوندان میگن آقا اینا که خودشون جونشون میخاره، خب بذار ما قلقلکشون بدیم. چه باید کرد؟ واقعا من نمیدونم. اینم از سالها پیش من یه برنامه گذاشتم، گفتم توی این برنامه هر کی میخواد زنگ بزنه و از تجربه‌ای که داشته توی این دفتر حفاظت و اینها به اصطلاح تعریف کنه. بعد یه آقایی زنگ زد، یه چیزایی گفت و اینها، گفت که من خیلی از اینا بدم میاد، متنفرم فلان، ولی یه وقت پدرم فوت شد و دیگه تصمیم گرفتم برم ایران. نگاه کردم دیدم من پاسپورتم مال زمان شاهه، با اینا تماس گرفتم. طرف گفت آقا این چند روز طول میکشه تو ما این پاسپورت رو بگیریم بفرستیم ایران، پاسپورت جمهوری اسلامی بهت بدیم اینها. گفته نه من باید برم. طرف گفته خب یه راهی هست، یه نامه بهت میدیم، شما برو خودت ایران که رفتی کارای کفن و دفن بابات که انجام دادی، بعدم برو تو اداره ثبت احوال و اینها شناسنامه جدید بگیر. بعد گفتن که کی؟ میگفت من فردا. گفته نه بابا من فردا پرواز دارم. طرف گفته آقا من این کاغذو میارم توی فرودگاه دالاس بهت میدم. این گفت من گفتم من میرم، ولی این پدر سوخته ها که همچین کاری نمیکنن. گفت وقتی رفتم که مثلا از فلان شهر آمده اینجا واشنگتن که از واشنگتن پرواز کنه به اروپا یا بحرین فلان، نه بعد بره ایران، میگه یه آقای آمد و نامه به من داد. گفت من اولا از خودم خجالت کشیدم که فکر کردم که بابا این بیچارم که کارمنده، اینم قاتل آدمکش، در صورتی که این بابا اینجا نشسته پاسپورت منو نگاه کنه با این پاسپورت چیز کنه. چون اگه بخوایم اینجوری حساب کنیم، اون فراشی هم که داره خیابونو تمیز میکنه چون حقوقش از دولت میگیره، اونم فردا باید آویزونش کنیم به درخت. این آقای فاضلی خوب شد مرد، اگه زنده بود میخواست همه رو آویزون کنه به درخت. خب خلاصه گفت من به این آقا گفتم که آقا خیلی ممنون، چیه اینا، شما اسم چیه؟ گفت که من اسمم ابوالفضل. اینجا تو آمریکا خیلی خودمونی همه همدیگر رو به اسم اولشون کوچیکشون صدا میکنن. من نمیدونم چرا میگن اسم کوچیکه، چی اسم اول اسم دوم یاد. خلاصه این رفت و اینها. بعد گفتم منم به شوخی گفتم که آقا شانس آوردی این ابوالفضل دست داشته برات این کاغذ آورده، چون ابوالفضل اصلی که دست نداره. سه روز بعد یه آقای زنگ زد من، گفت آقا من اسمم ابوالفضل مهرآبادیه و من لورم بچه خرم آبادم، ولی خودم رو شیرازی میدونم چون همسرم شیرازیه. گفتم خب بفرمایید. گفت اون ابوالفضلی که اون بیننده شما زنگ زد به تلویزیون 2003 منم، و این آقا وقتی که راجع به پدرش داشت میگفت من یادم افتاد به موقعی که خودم پدرم فوت شده بود، که با وجودی که همه امکانات دارم، پاسپورت دارم فلان اینا دارم، باز چگونه فکر میکردم که ستون بدنم شکسته و فرو ریخته. و گفتم اقلن به یاد پدرم یه کمکی به یه نفر دیگه بکنم. خارج از ساعت اداری خودم بلند شدم با ماشین خودم اومدم فرودگاه کاغذ رو به این دادم. بعدم به من گفت که فلانی ها رو تو شیراز میشناسی؟ گفتم بله. گفت من دختر اون همسرم و نمیدونم اینجوری و فلان اینها. بعدم گفت شما میدونی رئیس ما کیه؟ گفتم نه. گفت آقای جزنی، و چند بار گفته این سوربی که تو تلویزیونه وقتی که از ایران از شیراز آمد و دیگه بر نگشته اون هنرستان به اصطلاح دبیر باشه، شغل اینو دادن به من. و خلاصه اینم ماجرایی بود که ما از این ماجرای
چیز گفتیم. حالا از کجا رسیدیم و اینها نمیدونم، در اصلت گاهی وقتا من وقتی یه چیزی شروع میکنم صحبت میکنم همینه که اسمشو گذاشتیم سربی با مردم. و اما حالا که راجع به دفتر حفاظت میگیم، ماجرای خودم براتون بگم. سالها پیش ما اینجا که کار میکردیم و اینها، بعد اون آقای رفسنجانی بعد از اینکه فهمیده بود چه غلطی کرده، چه جوانهایی رو از بین برده، کشته و فلان اینها، و چه سرمایه های ایرانی الان بیرون هستن، چه از لحاظ فکری چه از لحاظ مالی اینها، این آقا خیلی زبله. این آقای رفسنجانی مثل این پوپ هست که ماسمالی میکنه رو کار مسیحیا، پاپ فرانسیس. این آقای رفسنجانی 37 سال ماسمالی میکنه رو کارهای هم از خمینی گرفته، خامنه‌ای گرفته، خودش گرفته تا حالا. خلاصه این اگه اشتباه نکنم سال نمیدونم یادم نیست، گفت که هر کسی که توی خارج باشه آدم نکشته باشه، جرم دولتی نداشته باشه، نمیدونم بیت المال را ندزدیده باشه، برده باشه و اینها، شاکی نداشته باشه، خلاصه براتون بگم، شاکی شخصی نداشته باشه، میتونی بیاد ایران، مال همه است و فلان اینا. خیلی هم هیجان زده شدیم و چه پولایی هم این پدرسوخته ها گرفتن. پاسپورت آمریکایی فکر کنم 60 دلار بود، اینا 1000 دلار میگرفتن. بعد وقتی هم میگفتی آقا این پاسپورته، میگو آها چون شما وقتی آمدی با همسرت پاسپورت یکی بوده، اول باید تفکیکش کنی، یه بار پول تفکیک میگیریم یه بار پول دوتا پاسپورت بهتون دادن. میگو خب اما اول دوتا پاسپورت بده. یه افتضاحی. ما هم کار میکردیم، گرما اینجا اصلا ماشین ایر کاندیشن و ماشین کولردار نداشتیم. حالا اونایی که بیننده من هستن سالهای سال میگن یا حضرت عباس دوباره سربی رفت ماجرای شورت و اینا رو بگه. خلاصه اینجا رسم بود با شورت میرفتم سر کار. ما هم با همون ماشینی که رفت سر کار بود گرما رفته بودیم واشنگتن. بعد ماشین هم کنار خیابون یه جایی بود پارک کردیم، پولی هم میریزی تو این پارکومیتر رو رفتیم داخل. اولا وقتی رفتیم گفت که امروز نوبت تموم شده. گفتیم چرا تموم شده؟ نه اینجوری بود، خدایا نوبت گرفته، از اقت کارشون خرابه آدم نمیدونه چی بگه، الان شنیدم درست شده. نوبت گرفته بودیم، نوبت ما که رسید گفت این که دخترت پاسپورت چیز نداره، شناسنامه. گفتیم با دختر ما تو آلمان دنیا اومده، خب معلومه که شناسنامه نداره. خلاصه گفت نه حالا باید بری سفارت آلمان اینو چیز کنی بیاد. گفتم خب پس من میرم برمیگردم، این که اینجاست. تلفنم زدیم، اون موقع آلمانی هنوز بلد بودم، صحبت میکنم میام. گفت نه دیگه داداش برادر، اگر رفتی نوبت امروزت از بین میره. میگم صبح مگه شما این دره که باز کردی به مردم نگفتید ما 50 تا نوبت میدیم؟ مگه اون بیچارهایی که از شهر و جاهای دیگه اومده بودن اونا رو نفرستادید برن هتل و اینور اونور فردا بیان؟ مگه من هنوز جز به این 50 تا نیستم؟ گفت چرا؟ حالا مثلا ساعت 9 و نیم 10 صبح. میگم خب من اگر برم مگه شما نفر بعدی رو نمیاری کاراش انجام بدی؟ تو کارای اون انجام میدی، 3 تا 4 تا اومدن من میام، من دوباره جز به این 50. گفت نه داداش شما دیگه فردا بیا. یه آقای لنگی هم بود بیچاره، دم در بود اون پایین. بعد گفتم ای داد بیداد ما رو بگو که چه خر شدیم، هم اومدیم این میگه می بهش میگم پول لادن و گوه خوردن و دیوانه شدن. گفتیم بابا اوکی حالا میریم فردا میام. گفت که برادر، گفتیم بله، فکر کردیم حالا میخواد بگه اوکی بیا حالا اینجوری عرق کردی خسته هستی و اینها، برو برو کارتو درست کن تو سفارت آلمان بیا بهت چیز میکنم. برگشتم گفت فردا که میای لطفاً شورت هم نپوش. حالا من شورت که میگم از این شورتای بالای این، یه شورت تا زیر زانود انگار این اصفهانی ها بود تو مزرعه کار میکردن، یه شلوارای پاچه گشادی میپوشیدن که هوا بره داخلش، بلا شورتی که مثلا شنا میکنن که نبود که. ما عصبانی شدیم، گفتم اگر اشکال شما، اشکال دین شما، اشکال مملکت شما با این شورت من حل میشه، من فردا 3 تا شلوار رو هم میپوشم میام. وقتی هم اومدم به خانم گفتم آقا خانم اگه این ایران منه من نمیخوام، من نمیرم ایران. ول کردیم. ولی آها چون زنگ زده بودم به سفارت آلمان رفتم سفارت آلمان. حالا شما اینو داشته باش، سفارت آلمان که رفتم دم در
گفت چه کار کنم اینها؟ گفتم اینه، این نوشته رو ما داریم از بیمارستان آلمان و اینجوریه، میخوام اینو شما تایید کنید که اینا نگن دروغی. گفت که در باز کرد یه خانم اومد، خانم خودش گفت من سفیرم. گفتیم ای داد بیداد، نگاه کن اون سفارت ایران خودمون، سفارت هم نیست، دفتر حفاظت جمهوری اسلامی ایران در سفارت پاکستان، اون چجوری با من رفتار میکنه؟ و این آلمانیه به من میگه اینجوری، یه مشکلی هم از قانونهای آلمان به من گفت که اگه دخترت خواست و مثل که وقتی 16 سالش شد میتونه تصمیم بگیره، اونجا مثل آمریکا نیست که اگه برت سرتیفیکیت یا شناسنامه بدادن شما اتوماتیک وار آمریکایی باشی. گفت خودشون باید بعد تصمیم بگیرن، کسایی که اینجا پدر مادرشون خارجی بودن. که ما هم گفتیم بابا نمیخوام. اتفاقا بعدم که به دخترم گفتم، دخترم گفت من آمریکایی، چیز آمریکا رو دارم، حالا بیام برم مال آلمان رو بگیرم، نمیخوام. ولی دارم اینو بهتون میگم، ما خودمونم بدیم دوستان، گور پدر آل نمیخوام تو بگیم گور پدر شاه، ملت میگن آقا چرا گفت گور پدر شاه، رضا شاه برای ما پل ساخت، هی پل تو سرمون بخوره. بابا اونو شاه رو ول کنیم، این شیخای پدر سوخته رو ول کنیم، خودمونم بدیم. امیر کبیر گفت دیگه خودمونم دزدیم. اون شعری هم که من گاهگاهی میگم، گر حکم شود که مست گیرم در شهر هر آن که هست گیرم، یه دوستی گفت آقا این اصلش اینه، گر حکم شود که دزد گیرند در شهر هر آن که هست گیرم، یعنی همه دزدن و اون موقع کاری به مستی و اینا نداشتن. گفتیم اوکی. البته باز همون موقع داریم که پروین اعتصامی پاسبان و مست، درست میگم؟ یادم میره اینا. خب بله، مرسی آقای عیسی آزادم اینجاست. آقای آزاده من ممنونم برنامه شما، من به آقای راستگو هم گفتم وقتی شما میای صحبت میکنی واقعا آدم، یعنی شما میبری ما رو تو اون حالتی که بودی. بعد نوشته هاتون رو باز خوندم جدیدن درباره آقای مرحوم رجوی و الی آخر. دوستان عزیز کانون آوا رو دنبال کنید، با این دوستان همشون یکی یکی فیسبوک دارن، مستقیما پاسخ میگن، درست برعکس سازمان مجاهدین که اینا رو آموزش داده بود با هیچ که حرف نزنید بدون اجازه ما، ما نمیدونم مسئولیم، بعدم ما هیچ کسی رو آدم نمیدونیم، فقط به خدا پاسخ میدیم چون میدونیم خدایی هم نیست. اینا درست برعکس اونا عمل میکنن. من به عنوان یه ایرانی از اینا ممنونم به چند دلیل. اولا حالا که آمدن بیرون چه فهمیده باشن اشتباه کردن، چه فهمیده باشن کلا سرشون گذاشتن، حالا که فهمیدن، بهتون گفتم خیلی ها هستن که مثلا یک کسی کلا سرشون میذاره، تو برنامه انتخابات هم بود یک خانمی که شوهرش کشته شده بود 35,000 دلار، همین آقای ترامپ یونیورسیتیش دانشگاه کلا گذاشت سر این، گفت من مدتها خجالت میکشیدم به دیگران بگم، چون اولین چیزی که طرف میگه ای آقا شما اینقدر نفهم بودی. ولی این دوستان با شجاعت شهامت ایستادگی میکنن و به من و شما میگه آقا من اشتباه کردم، آقا اینا کلا سر من گذاشتن، این نوع کلا رو گذاشتن، شما مواظب خودتون باشید. من به نوبه خودم از همه اینها ممنون و متشکرم. من هیچ وظیفه ندارم تشکر کنم، بابت تشکر من به من اینا والا یه دلارم نمیدن، ولی این اون چیزی که من میگم، اگر ما داشتیم 100 تا 1,000 تا ایرانی که از تجربیاتشون از اشتباهاتشون میمدن به ما میگفتن، لازم نبود دوباره ما همون اشتباه رو انجام بدیم، زندگیمون 30 سال از بین بره. از اشتباه و از تجربه اونها آیندهمون رو روشن میکردیم با چراغ گذشته اونها. در صورت ممنونم. خب عکس ها میچرخد در ایمیل، چه باید کرد و گفتم، از آقای عباس سعیدی خبری ندارم. آها این ماجرای عباس سعیدی، من تو آلمان که بودم، با وجود که اون آخریا دیگه ماشینم خریده بودم، بعد میدیدم آقا من دیوانه هستم، رفتم این ماشین خریدم، صبح سرما بیا برف پاک کن، یخ پاره کن، برو بشین توش تا گرم بشه و اینها، در صورت که میای پایین، اگه من سر خیابون اصلی خونمون بود، اگر جدول اتوبوس ها رو میدونستم، میدونستم که مثلا اتوبوس جلو خونه ما 7:58 صبح وای میسه، همین اتوبوس ساعت 8:05 منو دم هاپبانهوف یعنی اون ایستگاه قطار اصلی پیاده میکرد، از این پیاده میشدم میرفتم تو سالن گرم، سوار میشدم میرفتم ماینز
کلاس آلمانی، از اون ور سوار می‌شدم می‌رفتم فرانکفورت. اون وقتام چقدر ارزون بود، فار کارت بهش می‌گفتن، نه فارتا، فارت بده، فار کارت. یک کارتی ما می‌خریدیم فکر کنم 30 اون موقع مارک بود، 30 یا 40 مارک، هر چی می‌خواستیم سوار پیاده می‌شدیم. بعد ما هم که چون ایرانی بودیم مثلا قرار بود سوار هواپیما سوار قطار درجه یک نشیم، سوار می‌شدیم. تازه وقتی هم یاد گرفته بودیم که آقا نباید سوار شیم، دیگران به همون یاد دادن سوار شو، هر وقت اومد بگو این شولی گنزی ایش پشته نمیدونم نیست، من نمیفهمم، من آلمانی نمیفهمم. خودمون رو به نفهمی میزدیم. آخه نفهمی نعمت بزرگیه. بارها گفتم مثلا برای همین کامران مینستم بیچاره کامران، بیچاره نمیدونم فرد که گرفتار عقل شد، خوشبخت سوربی که خر آمد الاغ رفت، این چیز توفیق بود. خب اینم از این. و بله ما ملت کرم داریم، سفر این خواننده این بازیگر پر به ایران، و اینها روی فیسبوک تلویزیون مردم هست. بریم یه چند تا خبر رو هم که در این چیز براتون گذاشتم با هم ببینیم. آها یه دوستی ما داریم کرد، ایشون از فنلاند، آقای اقبال، و ایشون نوشته که آقای سوربی کاکو جون عکسای قشنگی گرفته ای، از جمله عکسی که با خانم هیلری کلینتون گرفتی، و اگر من آمریکا زندگی میکردم به هیلری کلینتون به چند دلیل رای میدادم. دوستان گوش کنید، این دوست ما فعال سیاسی میگه یک، به دلیل اینکه زن است. دو، به دلیل اینکه زن مادر است و زاد و ولد به دلیل اینکه زن مادر است و زاد و ولد دارد. سه، به دلیل اینکه برای شوهرش پشتیبان غمخوار است. چهار، به دلیل اینکه در نبود پدر برای بچه‌هایش هم پدری می‌کند هم مادری. پنج، به دلیل اینکه هم کار خانه‌داری و بچه‌داری می‌کند هم کار بیرون و سیاست و غیره. اقبال کاکا برای هلس. آقا چقدر من خوشحالم که شما تو آمریکا نیستی که بتونی رأی بدی. بزرگترین توهینی که شما میتونی به یک زن بگی اینه که چون زنی من مثلا بهت رأی میدم. بعد چون زاد و ولد میکنه، خب خر و گاو و بز و گوساله و نمیدونم اینا هم زاد و ولد میکنن، پس اونا رو هم میتونی چیز کنی. چون کارهای خونه رو میکنه، پس به کلفت خونه به این فیلیپینیای بعد به خدا که میمدن زمان شاه به اونا رأی بده. دیگه چی؟ چون بابا میمیره این کار میکنه، خیلی وقتا هم هست که مادر میمیره باباه کارش انجام میده. خلاصه این خیلی خوشحال شدم که شما توی فنلاند هستی و اینجا نیستی. ترد پاری در یعنی میدونید بهتون گفتم تو آمریکا دو تا حزب اصلی هست، و از بس درباره این دو حزب اصلی صحبت میکنن اون حزب سوم اصلا مثلا محو میشه. یکی از این حزبای چیز این حزب لیبرتریان هست و یکی دیگرش حزب گرین، که این آقا لیبرتریان نامینی گری جانسون says both political parties failing voters. اینشون گفته که هم ریپابلیکن ها جمهوری خواهان و هم دموکرات ها ناامید کردن، خواسته های مردم رو برآورده نکردن و اینها نماینده مردم نیستن، اینها نماینده کورپوریشن های بزرگن، نماینده پولدارای بزرگن. و ایشون خیلی هم آدم کولی هست، آدم کول یعنی خاکی به قول خودمون خودمونی، و مثلا کسی که میگه آقا اگه کسی میخواد ماریجوانا بکشه بذارید بره خوبشو بکشه، مالیات هم به دولت بده، از ترس نره یه جایی یه چیز بدی بهش بدن فردا چهار تا مرض دیگه بگیره. سالهاست که خودش میکشه، ولی اون روز به خنده میگفت من یه 8 روزی هست نکشیدم تا بتونم به اصطلاح اینجا که میام مغزم درست کار کنه. که خود این نشون میده وقتی شما ماریجوانا بکشی با وجود که همه میگن نه آقا هیچ تأثیری نداره، نشون میده تأثیر داره. شما باورتون میشه همین جایی که من و شما نشستیم، من تو ویرجینیا هستم، ما 27 دقیقه نیم ساعت با وایت هاوس فاصله داریم با ماشین. 66 رو میگیریم میریدم وایت هاوس پیاده میشی، آقای اوباما میاد جلوه در وارد باز کنه. اوکی. باورت میشه تو واشنگتن شما آزادی که ماریجوانا داشته باشی تا یه اونس هم بکشی، ولی اگه خواستی بخری میگیرنت. آخه ببینید
این قانونایی که اینجوری میذارن بعضی وقتا واقعا آدم خندش میگیره که اون قانون گذاره عجب آدم دیوانه ای بوده. 2:59 است، وقت دیگه من ندارم برم سراغ آقای یزدان خداوندلو. دوستان، برای که ویدیوی این دوستان جدا باشه و من به دلیل اینکه ویدیوهای خودم رو روی یوتیوب و روی بایگانی صفحه مردم میذارم، صفحه تلویزیون مردم میذارم، ویدیوهای فیسبوک رو بر میدارم، ولی ویدیوهای این دوستان رو روی فیسبوک مردم تیوی لطفا نگاه کنید، اون لینک رو نگه میدارم. و این ویدیوها حسنش اینه، تو آمریکا بهش میگن ویدیو آن دیمند، یعنی ویدیویی که شما هر وقت دلت میخواد نگاه میکنی. شب ساعت 12 آمدی از سر کار که بودی همش فوش به خدا و پیر و پیغمبر میدادی که خوابت میاد، حالا که رسیدی خونه خواب از کلت پریده، میای میشینی میخوای نمیدونم سعیدی رو نگاه کنی، میخوای مینوی رو نگاه کنی، میخوای یزدان خداوند رو نگاه کنی، میخوای آقای ارشاد رو نگاه کنی. اینا رو اگه بدونی کجا هستن به اصطلاح میتونی بری خیلی راحت و خوب ببینی. به همین خاطر من یه دقیقم کمتر اینو خاموش میکنم، دوباره روشن میکنم که این برای اونها، این برای اون، برای آن شخص که این سیستم برنامه زنده فیسبوک برای آقای یزدان خداوندلو یه ویدیوی جدید درست کنه، ویدیوی مستقل. این مستقل بودن دوستان ارزش بالا و والایی داره. از یکایک شما ممنونم. اگر این برنامه مورد پسندتونه یک دقیقه دیگه دوباره برگردید کلیک کنید. مرسی دوستان فیسبوک. خب دوستان عزیز، اینجا هم بذارید که ما با آقای خداوندلو تماس بگیریم و ایشون رو بیاریم درباره موضوعاتی که بهتون گفتم ایشون صحبت کنن. یک دقیقه اینجا اگه دارید از تلویزیون مردم نگاه میکنید قطع شد، صفحه سیاه شد، دوباره ریفرش کنید، یعنی یه صفحه رو ببندید باز کنید، بعد برمیگرده و شما میتونید اون رو ببینید. آقای یزدان خداوندلو یه ضرب المثل شنیده، دوری و دوستی، به همین خاطر امروز حسابی رفته اون عقب از ما دوری میکن. خب آقای یزدان خداوندلو، دوست عزیز گرامی، یکم بیا جلوتر و بذار من این ویدیوی شما رو آماده کنم. یک لحظه دوستان با ما باشید.